به نام خدا و سلام بر شما در این برنامه. انتقاد از رویکرد جهان در برابر افغانستان، از کابل تا تریبیون سازمان ملل. همزمان با شروع 79مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ذبیح الله مجاهد میگوید این سازمان باید در پالیسیش در برابر افغانستان تغییرات مثبت بیاورد. همزمان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل از جامعه جهانی خواست تا از هیچ تلاشی برای ثبات در افغانستان دریغ نکنند. جهان چه روی کرده را در برابر امارت اسلامی در پیش گرفته و آیا تغییر مثبت و سازنده از سوی جهان برای تعامل با امارت اسلامی در دستور کار است؟ اینجا در فراخبر. من شمسمانی هستم و مهمانان فراخبر آقایان سید بلال فاطمی آگاه رابط بین الملل و آقای سید اکبر آقا عضو پیشین امارت اسلامی هستند. مهمانان بسیار خوش آمدین به بحث. آقای فاطمی، اگر بحث را با شما آغاز بکنیم، ذبیح الله مجاهد از پالیسی سازمان ملل در برابر افغانستان انتقاد کردم، اما روی کرد این سازمان در برابر افغانستان به نظر شما چه نوع یک روی کرد است؟ مغرضانه یا میانه و محتاطانه یا هم دوستانه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با شما آقای امانی، مهمان عزیز گرامی آقا صاحب اکبر و بینندگان برنامه ودین فراخبر. ممنون. در این شکی نیست که سیاست های ملل متحد که سیاست های خودش نیست و یا پالیسی خودش نیست، پالیسی جهان غرب است که به ذریعه ملل متحد تطبیق میکنن. واضح است که این پالیسی ها مغرضانه است و به اساس پالیسی ها و اهداف سیاسی خاصی که دارن او را تطبیق میکنن و به اساس نمو تقاضاهایی دارن که او باید پذیرفته شود. در کل ما گفته میتانیم که نقیزه در یک جانب نیست که ما ملل متحد ملامت کنیم و امارت اسلامی یک لباس سفید بپوشانیم و یا ای که امارت اسلامی را متهم کنیم و به ملل متحد جامعه سفید بپوشانیم. به نظر ما در اینجا نقیزه در دو جوانب است. پالیسی های ملل متحد هم جانبدار است، واضح نیست و عملکرد امارت اسلامی در مقابل جهان و ملت افغانستان هم به حساب واضح نیست و مبهم است. اما فاطمی، اگر باور شما است که آنچه روی کرده را امارت سازمان ملل تعقیب میکنه در برابر امارت اسلامی روی کرده خود این سازمان نیست و او دستور میگیره از سوی امریکایی ها یا غربی ها، چی میخواه؟ ببین، اونا اهداف خاص خود دارن زیر نام دموکراسی، حقوق زن، حقوق بشر. پلانایی را که اونا دارن با ما شما معلوم است که بسیاری از اونا تطابقت نداره با عنعنات و رسوم و تاریخ ملت افغانستان و در عین حال اونا اهداف سیاسی و استراتژیک که در منطقه هم دارن که در پیش میبرن، چیزی را که در 20 سال بعد سوردن نتانستن و از دست دادن، میخوان که دوباره او را به از طریق به حساب حفظ کنن، چرا که مسائل اقتصادی، جیوپولیتیک و سیاسی از اونا در منطقه بلخصوص مسائل امنیتی است که در مقابل روسیه و چین و کشورهای دیگه مثل اتمی پاکستان و ایران، اونا یک بازی کلی را در منطقه دارن. از این خاطر اونا به ظاهر یک چیز میگوین، در باطن میکنن چیز دیگری. برای ما شما معلوم است وقتی که امریکا در سال 2001 به افغانستان آمد زیر نام حقوق بشر، حقوق زن، دموکراسی و نیشن بیلدینگ یا ملت سازی آمدن، اما بعد از 20 سال ما شما دیدیم که نه تنها که تروریسم را که اینا وعده داده بودن ختم میکنن، تروریسم با گفتی خودشان ختم نشد. اونا علیه یک القاعده آمده بودن، آل ادعا دارن که 23 گروپ است در حال که یک واقعیت نداره. فلحاظ اونا در گفته های خود صادق نیستن و چیزایی را که پیش میکنن در عقبی از اونا پلانا و پروگرام خود دارن. بسیار تشکر از شما آقا صاحب. چرا امارت اسلامی باورشی است که سازمان ملل یک رویکرد مثبت را در برابر افغانستان در پیش نگرفته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام الله تاست و پایتی میستفت و استفت و امکاران تاست و شوردن توی دخت پر دونی ویلی سم چی پدی آن بندیه ما چی ملل متحد په اوسنی حالاتو کې یو د طالبانو خبره ده. د طالبانو خبره مطلق د دې لپاره ده چې د ملل متحد تر غوره یو خبره رسول و
که وسول وسول که نه وسول دا خپل رسالت و مسئولیت و طالبانو په دې کې ادا کړي وي د سبا دپاره ویلی سي چې موږ ملت ته هم ویلی سي چې موږ دا خبره ته راچاپه رسول ده حتی تر ملل متحد مې رسول ده او ملل متحد زما په فکر باندې که وګورو افغانستان ته دا شل کاله اشغال چې په افغانستان باندې راغلي وو دا امریکایان راولاړ شول د ملل متحد په واسطه باندې په افغانستان کې مداخله وکړل اشغال یې وکړي مدرسه ملل متحد چې وویل چې موږ افغانستان ته ځو هلته ډیموکراسي راولو موږ افغانستان ته ځو تراګري د منځه وړو موږ افغانستان ته ځو حقوق بشر برپیا کوو دا ټول شیان هغه دوی هلته پیش کړو ملل متحد ته ملل متحد اجازه ورکړله بیا د هغې اجازې په بنا باندې دوی خلک راټول که په ځان باندې نو زه فکر کومه چې ملل متحد چې دي خارجانو د ځان دپاره یو وسیله د کامیابۍ ذریعه د کامیابۍ ګرځولې ده نو چې په کوم ځای کې یو چا ته قصد وي عزم وسي وکړي نو بیا دوی د ملل متحد څخه کار اخلي او خپله ملل متحد چې دي زه خپله په دې آن باندې یمه چې هغه خپل واک د ځان سره د سي مستقل واک نه لري موږ څه وینو چې په اوسني حالاتو کې په فلسطین کې هغه حالات چې جوړ شول ملل متحد چې کوم فیصله وکړله هغه فیصله نه فلسطینیانو ومنله نه امریکایانو ومنله نه بل چا ومنله هغه په هغه دی باندې پاتې شول نو زه خپل دا وایم چې طالبانو وینا ملل متحد ته چې دي هغه خپل یو رسالت دی د دې چې هغه ادا کوي تر سره کوي او یو خپل ملت ته یو خبره ده چې وایي چې عادي موږ ملل متحد ته دا خبره پیش کړله اما لیکن ملل متحد فکر کوم چې دا توان او طاقت نه لري که اوس دوی دا توان او طاقت ولی امارت اسلامی خوب به هر حالش از این سازمان میخواهد که باید در پالیسی هایش در برابر کابل تغییر بیاره آقا به نظر شما فکر میکنین چی حرکتی از سوی سازمان ملل میتونه یک تغییر مثبت باشه در رویکردش در برابر امارت اسلامی مثلا چی باید بکنه که امارت اسلامی باور بکنه که سازمان ملل داره رویکرد مثبت را در برابر ما به پیش گرفته و پیش میبره اوس دلته څو شیان شته اوس ملل متحد کې ضرورت شته چې اوس د افغانستان نمایندګي په ملل متحد کې نن هغه څوک کوي چې هغه په افغانستان کې د افغانستان د حکومت سره یو ذره ارتباط هم نه لري او دا ضرور دی چې نمایندګي باید چې هغه څوک وکړي چې افغانستان حکومت یې هلته وټاکي چې دلته مسلط حکومت وي او دوی خپل په مابینځ کې ارتباط سره ولري خو ملل متحد په دا خبره باندې سیوری غوړولی دي موږ ته چې وینو چې هغه ځینې ملکونه دي هغه په دې باندې پوه سوه چې دغه سفارتونه چې زموږ په ملکونو کې دي هغه سفارتونه پیدا نه کوي نو هغه سفارتونه د لندن اعلان وکړي چې زه خپل سفارت په افغانستان دغه کوم په لندن کې بندول د افغانستان سفارت یعنی پایدان نه کوي چې هغه هلته په لندن کې د افغانستان سفارت وي ولی سازمان ملل خو کجا کشورها تصمیم میگیره آقا صاحب کشورها تصمیم میگیره که آیا اجازه میده کرسی افغانستان را به نماینده امارت اسلامی بسپاره یا نه این خود سازمان ملل یا دبیر کل سازمان ملل یا اعضای اداری سازمان ملل که اونجا کار میکنه اونها تصمیم نمیگیره که آیا باید سپرده شوه یا نشوه سپرده کرسی او معلومه خبره ده ته خاص خلک تصمیم نیسی دا د عام خلکو د ټولو مملکتو تصمیم نه دی دا ما دی یو برای نام خبره ده چې ټول مملکتونه په پیشی باندې تصمیم نیسی هلته د خاص مملکتو تصمیم دی چې ملل متحد څه دوی د وسیلې په شکل باندې کار اخلي د هغو خلکو تصمیم دی نو که د هغو تصمیم په دې با باندې وو چې مثلا نماینده دی د افغانستان دلته دغه چا سی وي چې هغه واکمن وي په افغانستان کې نو بیا به هغه کېږي اما لیکن هغه خلک کوم ورته سي وینو چې هغه په افغانستان کې تر اوسه پورې طالبان که اوس موږ وګورو داسې دي طالبان چې دي هغه مثبت طرفونه ډېر لري مثبت ټکي ډېر لري البته منفي طرفونه به وي خو دوی هغه مثبت طرفونه چې دي تر اوسه پورې هېڅ لحاظ کړي نه دي هغه هېڅ نظر نه دي کړي هغه لږ منفي طرفونه چې د دوی په نیز باندې دوی منفي ورته ثابت کړي دي هغه تشکر میکنم سپاسگزار شما آقای فاطمی شما فکر میکنین که امارت اسلامی به دنبال چه نوع یک سیاست از سوی سازمان ملل در برابر کابل است یعنی چه نوع تغییر مثبت را میخواهد و آیا شما فکر میکنین که واقعا تغییر در پالیسی سازمان ملل در قبال امارت اسلامی در روی میز است میایم به سوال شما که در مورد به دنبال تغییر پالیسی بله. به نظر ما ملل متحد اگر ما شما به نشست سوم دوحه ببینیم در اونجا ملل متحد تمام خواسته های خود زیر پا گذاشت پنج خواسته خود
زیر پا گذاشت، تمام خواستهای طالبا را پذیرفت و اینا را با دوحه خواست و با اینا نشست کرد. یعنی یک تغییر کلی در پالیسی ملل متحد بود که به حساب همه پرنسیپ و اصول خود زیر پا گذاشت. اما در مقابلش امارت اسلامی چی کرد؟ یعنی آرزوی جهان و ملتی بود که امارت اسلامی در مقابل از این حرکت ملل متحد حداقل یک حرکت مثبت باید نشان میداد و این بود که یا فرزن قانون اساسی را جور میکردن، یا فرزن لوی جرگه را میخواستن، یا فرزن باید اینا مکاتب را رها میکردن که یک به گفتی انگلیس ها یک جسچر یک علامه مثبت میدادن که شما کار خوب در مقابل ما کردین، گفته های ما را قبول کردین و ما را به دوحه که خواستین بر ما برنامه تان تحمیل نکردین و به صدای ما گوش داد. باید از نقطه نظر تعامل سیاسی و بین المللی طالبا هم یک نشانی مثبت میدادن که ما بعد از نشست دوحه تا امروز او علامت مثبت از امارت اسلامی ندیدیم. یعنی ما یعنی آقای فاطمه شما میگن که سازمان ملل تغییرش داد روی کردش نه در برابر امارت اسلامی، همین که در نشست دوحه پذیرفت آجنده و مطابق میل امارت اسلامی باشه و از طرف هم خوبیت امارت اسلامی حضور یافت اونجا. بله این یک تغییر کلی بود. اونا ببینن تمام خواستهای خودا، اونا جامعه مدنی را در اونجا اجازه ندادن، بحث بر مسئله حکومت همشمول اونجا مطرح نکردن، بحث جنگ تروریسم در اونجا مطرح نکردن. یعنی پنج خواستی خود که ملل متحد داشت نماینده خواسته که تعیین میکردن او را از اجندا کشیدن که خواستی ملت امارت اسلامی بود که با نماینده خاص صحبت نکنین، با مسئله مکاتب و دخترها صحبت نکنین، با مسئله حکومت همشمول صحبت نکنین. اونا پذیرفتن، اینا گفتن با ما با مسئله اقتصادی، بانکداری و سیستم حقوق بشری صحبت کنین. اونا در همه چیز صحبت کردن. وقتی که اونا قدم مثبت گرفتن، قدم مثبت از طرف ما این باید می بود که فرزند ما در اینجا باید مکاتب رها می کردیم تا یک علامت مثبت، هم ملت خوش می شد و هم جهان خوش می شد. فلهذا تعامل یک جانبه بوده نمی تانه، تعامل یک طرفه بوده نمی تانه و از همین خاطر می بینیم که اونا بعد از او ملل متحد نسبتا خاموش است و نشست چهارم که متوقع بود که زود صورت بگیره صورت نگرفته، اگر چه اعلان شده که در این نزدیکی های نشست صورت خواهد گرفت. اما اگر تعامل از طرف امارت اسلامی نباشه و به اون سختگیری های خود بره، ممکن که ملل متحد هم به طرف سختگیری های خود بره. بسیار تشکر، سپاسگزار شما آقا صاحب. همونطوری که آقای فاطمی اشاره کرد، سازمان ملل نشست سوم دوحه را مطابق میل امارت اسلامی ظاهرا چید و آژندا را تعیین کرد. از طرف دیگه هم میدونیم که نمایندگی سیاسی سازمان ملل که یوناماست در کابل باز است، مقام های این سازمان به کابل رفت آمد دارد، دیدارهایی را با مقام های امارت اسلامی دارد. اما چرا باز هم امارت اسلامی باورشی است که سازمان ملل یک رویکرد مثبت را در پیش نگرفته، برعکس داره رفتار میکنه؟ و آن سو آقای فاطمی هم اشاره کردن که چک از یک دست نمیشه، اگر میخوایم تعامل بکنیم خب باید دو طرف قدم برداره. ملل متحد در غط ملکو یه وسیله در خلق در اولو پا بابانی ما در خبر در تداو کرده و در غلرم پدیبان اصناد لرم که ملل متحد چه اول امریکایان دلته افغانستان ته راتلل، ملل متحد په جریان کې اچولی دي. د دې اسناد لرم که ملل متحد دوی په جریان کې نه وای اچولی، ملل متحد بیا د دوی سره دلته نه راتلی. ملل متحد په هر څه کې د دوی سره ملګری و، په هر څه کې د دوی همکار و، په دې کې شک شبه نشته. او دا چې موږ اشغالګر ورتول، هغه موږ ورتوله، بل چا نه ورتول. دنیا ټوله که اسلامي ممالک و که غیر اسلامي ممالک و، حتی سعودي و نور و نور، هغه کومکونه ورسره کوله. د امریکایانو سره امریکایان ته اشغالګر نه ویل چې په افغانستان کې افغانستان دوی اشغالګر. حتی دغه روسان چې دلته نږدې دي، په دغه وخت کې یو وخت کې کرزي خپله دا خبره کوله چې ما روسانو ته پوتین ته دا خبره وکړله، دوی ویل امریکایانو ستاسو لپاره ښه دي. یعنې هغو له طرفه تر ډېره وخته پورې اشغالګر نه ورته ویل. او رالو دې ته چې اوس رښتیا واقعت هم زه دوی وایم چې دلته د یوناما چې دلته په افغانستان کې ستا د ملل متحد د طرفه نمایندګي کوي، دلته په افغانستان کې اوسني حالاتو کې لکه تا چې سوال وکړي، دا خپله دلته زما فکر باندې خپل مطالب لري. تر اوسه پورې دوی خپل مطالب ترسره کوي. او لکه اوس موږ تاسو وګورو چې په افغانستان کې دوی اوسني حالاتو کې په طالبانو باندې په هر وخت کې
تنګرا ولی وسات په ندی باندې راوستلی چې سړی دا وایي چې دا دغه دوی وسات راوستي خو نه ما هغه شبکې د تروس پر مرسته په دې باندې غوړو چې د ټولو دنیا د استخبارات څخه یو جوړه شبکې دا هغه کولای شي چې د پاکستان هرڅ راټول کې هغه دنیا تر هر ځای تر هر کونج او تر هر چا په دې خبره ورسوي هغه دغه کیږي مالک نه لرو دې ته چې وس دغه خبره چې ده د بیولان مجاهد خبره چې هغه دا خبره کوي مللي متحد ته د خپل رسالت او مسؤلیت پیدا خامخا به چې ورته وکول سي لیکن مللي متحد باندې د خپل په دې باندې تر اوسه پورې مطمئن نه یم چې مللي متحد د افغانستان په باب باندې یو ذره حرکت به د هغه ملکونو چې خاص ملکونه دي د هغه به اجازه د افغانستان په باب باندې یو ذره حرکت وکړي هغه ملکونه تر اوسه پورې د افغانستان په باب باندې راځي نه دي عادي دلته یو بانه او بل بانه لټي لکه د تعلیم بانه لټي مثلا د افغان شموله بانه لټي عملی کین دوی دلته په افغانستان کې دغه نظام چې هغه اسلامي نظام دی دغه نظام دوی نه واړي د دې لپاره مر مثالونه لرو لکه طالبان چې په خپل تیر وخت کې افغانستان ډیر احساسي ونی ولا حتی چې دی اندازې ته ورسېدل چې ولر کونج ورته پاتو دنیا را ولاړس ول د پدې باندې پوسول چې دلته به اسلامي نظام را دي دغه اسلامي نظام په مقابل کې دوی راولاس واغه اقدام وکړي چې افغانستان یې تر اشغال لاندې راوسی چې دلته اسلامي نظام رانه شي نو زه فکر کوم چې دا د دنیا خپل اڅه چې دغه دنیا په یو باندې او بل باندې باندې د اسلامي نظام مخنیوي کوي د اسلامي نظام غوښتن کې نه دي د چراسي حقوق کو ساغه دي د اسلامي نظام غوښتن کې وايي په اسلامي نظام باندې کار نه درلودای غوښتن کې نه وي کار نه درلودای ور څوک په دې د دیموکراسي خپل مطلب مقصد هم دادي چې څوک په دې خپل کار په دې نو مرمنو د په ملکو کې شایستا مرمنو په ملکو کې مذهبي مشرتابه بس نو د امارات هم په دې ملک کې راشدي به شي د امارات غملی وای عملی کې د دې امارات په پښتون کې غملی نه نو نور باندې بل څو بل څو سلټي ادا خبرې کوي سپاسګزار شما ممنون شما آقای فاطمی خوب آن چې امارات اسلامي سازمان ملل خاصه ای است که میگه ماموریتش را در زمینه تعامل با حکومت سرپرست به درستی انجام بده اون طرف میدانیم که 79مین نشست مجمع عمومی ملل متحد هم در نیویورک آغاز شده رهبران کشورها اونجا سخنرانی میکنه هرچند که از امارات اسلامی اونجا نماینده ای نیست اما رئیس جمهوری تاجیکستان در جریان سخنرانیش در مورد افغانستان هم اشاره میکنه و از جهان میخواد که به افغانستان کمک بکنه تا به ثبات برسه و گفته که تاجیکستان از صلح و ثبات در افغانستان پشتیبانی میکنه سوال من بسیار مشخصی است که در زمان فعلی یا همین اکنون که امارات اسلامی برخی از تعاملات با کشورها داره اما به رسمیت شناخته نشده نیازمند چه نوع همکاری از سوی جامعه بین الملل هست و سوی سازمان ملل هست چه نوع همکاری باید شود تا که آنچه به عنوان یک دیوار میان افغانستان و جامعه بین الملل باقی مانده در سه سال او هم برداشته شود میایم به سوال شما که چی نوع همکاری با از همکاری دو جانبه بوده میتونه مثل که قبلا شما گفتین که صدا از یک کف نمی برایه باید ار دو دست با هم زد تا صدا برایه امارات اسلامی باید به خواسته های مشروع و قانونی که از طرف ملت و جهان برش پیشنهاد میشه به او باید تمکین کنه و احترام بگذاره مسائلی که با خط سرخ ما و یعنی قرآن و حدیث در تصادم باشه او را باید رد کنه و او چیزایی که فرزن از خط سرخ تخطی میکنه او را امارات اسلامی حق داره که رد کنه اما چیزی که در با عنانات ما رسومات ما تاریخ ما قرآن و سنت ما در تصادم نباشه او را امارات اسلامی وظیفه و وجیبه ملی و بین المللی داره که او را بپذیره تا هم باعث پذیرش ملت و هم پذیرش جهان درست. قرار و صداهای اینچنینی آقای فاطمی صداهای اینچنینی که از زبان امام علی رحمان در تریبیون مجمع عمومی سازمان ملل بلند میشه چقدر فکر میکنید خریدار داره و چقدر میتونه کمک بکنه برای که جامعه بین الملل روی کردش را تغییر بده و برای آنچه آقای امام علی رحمان در مورد صلح و ثبات حرف میزنه کمک بکنه با افغانستان این کمک میکنه از خاطر که بر شما معلومه تاجیکستان یکی از کشورهایی است که در طول 30 سال گذشته مخشدی ترین مخالف امارت اسلامی بود و
مخالفین امارت اسلامی، جبهه مقاومت و جبهه آزادی و گروه ها را در تاجیکستان جای داده بود و از فرانسه و از جهان دیگه با پول می گرفت. بعد از زحمات 1.5 سالی چینایی ها در بکدور پالیسی، یعنی پالیسی های عقب دروازه که چینایی ها کار کردن و به تاجیکستان قناعت دادن تا روابط با امارت اسلامی جور کنن، و عین حال اخطار پوتین که به تاجیکستان بود که تو باید جبهه مقاومت در بطن در مقابل طالبا جای نتی، این همگی کار کرد و در نتیجه تشکر. از این چند ماه قبل فصیح الدین فطرت لوی درستیز افغانستان رفت به تاجکستان با لوی درستیز خبرهای تایید نشده است، چیزی است که امارات اسلامی در موردش مشخصا چیزی نگفته. بله بله اونا ناتایید بله. شده است، اما معلومات استخباراتی می نشان اینا رفتن نشست کردن و تفاهمات رسیدن و در نتیجه از او رئیس استخبارات تاجیکستان سید مومن یتیموف به افغانستان آمد و بعض قراردادهای امنیتی را امضا کرد و فعلا پالیسی تاجیکستان نسبت به افغانستان تغییر کرده و اینا خواهان همکاری نزدیک با افغانستان هستند و امید است که روابط بهتر شود و بهترتر شود، چرا که ما شما برق خود از تاجیکستان به دست میاریم و بعد از رفتن جمهوریت تشکر. هم تاجیکستان برق خود بر افغانستان قطع نکرده که خوب شدی عزیز است که تاجیکستان خواهان در روابط تجارتی و روابط سیاسی با افغانستان هست. بسیار تشکر، سپاسگزار شما. آقا صاحب شما چه فکر میکنین؟ آیا رویکرد تاجیکستان در برابر امارت اسلامی واقعا تغییر کرده و این سخنان را که آقای امام علی رحمان داشته سخنان سیاسی است یا آماده شدن برای یک بازی سیاسی یا هم واقع بینانه و یک راضی شده از وضعیت در افغانستان؟ کسایی تو گوری در منزلی آسیا ملکون لکه مثلا ازبکستان و بعضی بعضی ملکون چې دی افغانستان په باب باندې خپل نظر ته تغییر ورکړی دی، که څه عملا دوی څه نه دي کړي، بیا د دغه چې په افغانستان کې سفارت ورکړي ته ازبکستان سفارت ورکړي مثلا علاوه پر دې باندې که وګورو هلته د افغانستان تیاری دي، دوی تر اوسه پرې په دې کې د افغانانو سره هېڅ خبره نه ده کړې چې یا عذر ورته وایي یا مثلا دوی ته وعده ورکړي چې دغه موضوع به موږ خامخا خله ته دغه کېږي به اما لیکن په دغه شکل باندې فکر کوم چې تاجکستان که سړی په یوه طرفه ته وګوري هلته ده مخالفینو ځاله ده، مخالفین ټوله په تاجکستان کې ګزاره کوي، دا وارې نه چې دا یو وارې دلته په افغانستان کې دا جنجال وو په دغه کې دوی راشکل شول. مخکې تر هغه په هغه وختي چې مجاهد دغه طالبان ورسره قدرت راغله په افغانستان کې، په هغه وخت کې هم تاجکستان هلته ځای ورکړي خلکو ته، خلکو هلته خپل کیمپونه درلوده، ځایونه درلوده، ربط و عمد یې درلودې په اوسني حالاتو کې هم ورکړي دي. خو زه فکر کوم چې ظاهران به دا یو خبره وي چې دوی به د افغانستان په باب باندې وو نظر اوشتی وی یا وداسی وی اداسی دی چې دوی د افغانستان څخه د بعضې بعضې امورو کې دوی د افغانستان څخه خوب و ترس درلودي، مثلا تې پرت د داعش په موضوع کې خوب درلودي، هغه اوس په د دوی اطمینان حاصل شوی وي چې هغه خوب نه وي، یا مثلا د تاجکستان خلک دلته په افغانستان کې په سابقه وخت کې دوی ویل چې هغه دلته ستا په افغانستان کې په اوسني حالاتو کې به هم دوی د دې څخه دغه کولی چې دلته زموږ خلک ونه روزل طرف زموږ په مقابل عمل نشي. نو زه فکر کوم چې هغه شیان به د دوی اوس اطمینان حاصل شوی وي، نو په دغه نسبت باندې به د دوی په نظر کې ډېره حده پورې تغییر راغلی وي. زما نظر دغه است. بسیار تشکر آقای سید اکبر آقا عضو پیشین امارت اسلامی و آقای سید بلال فاطمی آگاه روابط بین الملل از حضور هر دو مهمان گرامی در فراخبر و از شما بیننده ها هم سپاسگزارم. وقت بخیر.